اینجا شهر تهرونه، تهرون بزرگ که 3 میلیون آدم پیر و جوان، زن و مرد، ریز و درشت تو دل خودش جا داده و هر روز داره بزرگتر و بزرگتر میشه. شهر شهر فعالیت و جنب و جوشه، نبض مملکت در اینجا میزنه و ضربانش روز به روز تندتر میشه. در اینجا هر کی نون خودشو یه جور در میاره، با تکاسبی، با پشت میز نشستن و قلم زدن، با عرق ریختن و فعالیت، با رانندگی و خوانندگی، خلاصه از 1001 راه. یکی از راهام راهیه که قهرمانای داستان ما پیش گرفتن. این تفلکی هم نونشون رو اینجوری در میارن. بیا باشه توی دماغ من خانه خورم این چیزون شو آقای برای ما این مانی نخواستیم. چرا تمرگیدی؟ بلنشو کمک کن. باشو مثلا من موردم، تو برو اون جرم بزنی نشانه، بزن تو حلقش، تو حلقش خوبی سود باش. گلش کنی نگه دار، من بزنم، من نمیزم، یقی منو بگو برم، من میزنم بردنگی رو بزن. تو از اون طرف برو چلو، برو به طرفش، خیلی خوب، شما هم بیان جلوی دوربین، یلا. وای، ببر بالا. وای، کمره نشد، نور اونجا بازی میکنه. بذار، چرا رفلکتور تکون میدی؟ من تکونش ندادم بابا، باد تکونش داده. بعد تو چی کاره محکم نگرش داردی؟ فکر میکنم اگه این صحنه رو تکرار کنیم بهتر باشه. حتما تکرار بشه. خب تکرار میکنیم. جرساقیلو بیارش پایین. از اول صحنه ای زد و خورد، دوباره میگیریم باشه؟ بازم باید از نور گوش بخورم؟ خب پدر من داره آوردی. آماده بشین. ببین وقتی میخوای اینا رو بزنی با پشت دست بزن. چی چرا با پشت بزنم؟ من خستگی مردم بس که بزن بدن کردم، یه اصلش نداره. الان تموم میشه. خیلی خوب، ما حاضریم. آماده؟ دوربین حرکت. بابا یکی به جلوی اینو بگیری، یک بار لغت میزن آدم به آخر. من لباس من رو پاره برو کردن اینا. من فرارم برای من نیست. تاک، بسیار خوب، عالی شد. این همون زاده خوردی بود که من میخواستم. بله، پدر ما رو دارم وردی خیالتن راحت. صحنه و تعقیبه؟ بله صحنه تعقیب رو میگیریم. باشه، به نظر من هرچی پلانه این صحنه رو کوتاه‌تر بگیریم بهتر باشه. خب بزن بزن، تموم شده کارگردان، ما مرخصیم. بله مرخصیم، دیگه هم لازمتون ندارم. ده برای چی؟ مگه ما باید زاده خورد کردیم؟ تمام پاک بالا های من نقیض شد. به جهنم. دیگه چرا به جهنم؟ چون شماها فوری میخواین از زیر کار در برین، هر وقت من گفتم باید از اینجا برین. خب مقصود؟ تو هنوز نمیدونی وظیفه یه سیاهی لشکر چیه؟ اون وقت اومدی بازی بکنی؟ تازه دوتا مش خوردی داری اعتراض میکنی؟ آقای مدیر تهیه بیا اینجا. بله بله، بیا اینجا. بله چش. بله مزد این دو نفر رو بده برن، دیگه نمیخوامشون. چا بیا 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 حالا خودمانیم، تو آرتیستر از ماها میتوانی پیدا کنی؟ حفظ شما. بیا 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 تربیت ها بریم. بچه بیاین بچه، اینم نفری 30 تومانی که قرار گذاشته بودیم. نفهمیدم حواست کجاست، نفری 50 تومن قرار گذاشتی. درسته، اما این کار خرج داره جونم، 20ش میره بابت کمسیون. کمسیون دیگه؟ خود این جنه. ولی ما یکی از این حرفا سرمان نمیشد. خیلی خوب بابا، ولش کن، مهم نیست. 20 تومن چه قضیه؟ چی کرا برای قاسم پوری در میاری؟ بهت میگم گفتی به خود سگ خور. حالا بابت چندر قاز یقی منی میگیری؟ آره. من دوام نمیگیرم. چی چتم برو بدش من. قربون هر چی آدم چیت فهم. قربون تو. بیا این 60 تومن مال شما دادم. زمانه ببینم. نمیدم. دوش بازاره بود. بدش بگی. بیا اینا مال شما. بده ببینم. اون چه کلکی تو در آوردی؟ کلک اینه، نگاه کن. اینو باز تو جیب زدی؟ مگه قسم نخوردی از این کارا نکنی؟ چرا؟ ولی پول اینجور آدم ها از شیر مادرم حلال تره. کسی که حق کشی میکنه از یه حیوان بدتره، میفهمی؟ حالا میخوای چیکار کنی؟ الان بهت میگم. این حق اون بیچاره هست. آی بچه ها بیاین، بیا این مال تو، این مال تو. خب حالا چی میگیریم؟ آواز جمشیدو.
خب پس تعقیب چی میشه؟ اول صحنه آوازو میگیریم، بعدش میریم سر صحنه تعقیب. آخه چه جوری؟ مگه تو کاریت نباشه هر دستوری که من میدم همون کارو بکن. تو کاریت نباشه شیطونه میگه بذارم همه چیزو خرد کنم. برو کنار ببینم. عجب مرده بزنی. ای مواظب باش. ای کلکلی پای من نذاری. یاد باشه. مگه نشیدی میگن سر جان فدای شکم. بس بخور. صورت حساب. چش. خب نگفتی از این باشه. بدم خانوم. آقا. چه؟ جون این خانوم خوشگله یه آدم از من بخری. خب برم. برگم شا. اینا کیان دیگه؟ مثل کنه میچسبم به آدم. آی گرسون. اینجا دا گوشنا اینجا چکار میکنن؟ ولش کن جونی. تو بازم با چرد چی کار مخواه بکنیم؟ میخوام ایسا میزه برسه. آه فهمیم. برو جن اختوف یاد نره. خب آخرش نگفتی امشب با من دیگه ببخشی من بادت مامان جونه میجرد شد تو منی منی خوش برات چه خوش صورت حساب قربان برشتر چی رو؟ پولو دیگه گذاشت من یه ست تومنی گذاشت ما که پول ندیدیم. ببینم عزیزم تو پول داری؟ نه. پنجاب و پنج و پنجاب و هشت و شست و چهار. ای میایی بریم سینما؟ با تو؟ اختوف کار خود چکه؟ او جویولم بره. وقتی پول نداری غلط میکنی میایی قضا میخوری آقا. چه قضایت میکنم پدر؟ رقه باس تو اشتباه میکنی عزیزم. بگم شو مرگ عزیزت من پول تو جمعه بود گوشتو برم تو بشخف. فهمیدی جوری پدر اول در آورده؟ میرم دختر جون تو چرا آدم سروشی میکنی؟ چرا نمیری درس بخونی ها؟ خالم نمیذاره. اگه شب و پول نبرم خونه بیرونم میکنم. آخه من پدر ندارم. مادرم هم مریضه بود. تو مریض خونه خوابیدی. بیا این پول حلال مال تو. نه نمیخوام من گدا نیستم. میدونم تو دختر خیلی خوبی هستی. بیا این پول به بعد بده به مادرت ممکنه لازم داشته باشی. بیا بگیرش. بگیر شما چقدر خوبی چقدر مهربونی. کاش من یه برادری مثل شما داشتم. خیلی ازت متشکرم. شما خیلی خوب خیلی تو هم دختر خوبی هستی. برو بابا جون بسلام. خوبی کرد. آره این که مرسی با جان مرچی در میاریم همه داریم بازل بخشش میکنیم. نه داره عوضی ثواب داره. اوه نان جان تو که الان تا خرخره خوردی یه لقمه‌ش هم بده من. آخه رحم و انصافت کجاست میرزا؟ هل کن این حرفا رو. تو اصلا خدا رو نمیشناسی. به هیچ چی اعتقاد نداری. اگه یه جور رحم داشتی تو من یک قرون از من بدبخت نزول نمیگرفتی. چشمت کورشه میخواستی قرض نکنی. بالاخره اون بالا یه کسی هست که انتقام من و امثال من از تو بگیره. محرد کن بیاد. عجب نامردیه پسر. تماشا کن تو من یه قرون نزول. اون نزول خوره بی پدر مادره خدا کن از جیبش بزنه. دعات مستجاب شد. چی گفتی؟ حاضری؟ آتیش کن برو بین. اگه تو دسته این پولو بخوری میخورم یه کباب کوبیدم روش. مازرت میخوام که اینجوری شو بابا باش آقا جان ما یه من لیست رو یه دفعه دارم ما مازرت میخوام خیلی بابا مردم زوباشی با خلی کن یه بار من مازرت میخوام آبر باش زیب میزاری آقا جان باش مازرت نکن دیگه من سو تفاهم شی کنی شو هر کی رو من مازرت قربان شده آقا این دو تا جیب من است من چی بولم من چی بولم بابا من بولم بابا تو دروغ وقتی میبینم این دفعه سر هیچ و پوچ باز خودمون درد سر درست کردیم دلم میخواد مخمو بکوبم به دیوار. دیگه چرا سر هیچ و پوچ؟ تو وقتی چشمت با پول مردم میفته بی اختیار دست بالت میلرزه. اینگر با جیب مردم کریک. چی داری میگی؟ آخه مگه یادت رفته که یارو تو من یک قرون نزول میخورد؟ پولی همچین آدمی رو نباد میزدیم. نه نه نکمه نه. اصلا میدنی چیه ایرج؟ من تو باید با هم قرار بیزاریم دیگه از این کارا نکنیم. یا
یادته یه دفعه قسم خوردیم کار خلاف نکنیم؟ با چرا قسم رو شکست؟ چرا؟ آره راست میگی. این مجازات هم واسه همین داریم میکشیم. نه دیگه نباید از این کارا بکنی. به خدا اگه از این زندون آزاد بشم محاله برم دنبال اینجور کارا. ولی کوتا آزاد بشی. ما اگه کسی رو نداریم زمن ما باشه، نه پول داریم نه قباله. ایرج فرزند اکبر شهرت مردافکن و علی فرزند حسین شهرت قهرمان، اساسشون رو جمع کنن آزادن. آخه چه نسیم ملینی میاد. تو نفس میگم آم آزادی هم راستسی خوب چیزیه. خدا کنه دیگه گزارمون اون طرف رو نیفته. تو اگه چشمت درویش کنی پولای مردم رو ندیدی بگیری همه این کارا درست میشه. من که قول دادم دیگه از این کارا نکنم. تو چی؟ جیان دانه اشاره میکنه به نظری باسته کن یا انگوشت به طرف من نیست که با ما ها معلوم دیه با من که گفتم خاطر قضیه آره با تو بده بیبی ای کجا میخوای کار دستمون بدی را بیا بریم یلا بابا تو چرا حسودی میکنی آره همین که عاشقم بدی حسودی میشه برو بچه اشاره میکنه بیا جلو بیا جلو من میام الان بیا جلو بده بیم چی میگه داخل آیستا خوشی میری بافتن جلو تو نگاه یالا سلام علیک آقایون جیب برم. سلام علیک آقای لات. اگه من جای شما بودم اقلا یه تشکر خشک خالی از این خوشگله میکردم. جان ممکنه بفهمی واسه چی؟ آخه ایشون باعث شدن که شما از زندون آزاد بشید. اوشون مرگ من؟ آره آه قربان تو برم سب کن ببینم. نه خیر این کنه بله میکنه ما با کار ما برسیم. گوش کن ببینم چرا این خانم زامن ما شد. خب برین از خودش بپرسین. حالا بفرمایین سوار چی؟ خب بده من سوار شم که نمیذاره این نمیذاره. چرا این کار کرده سوار نمیشم؟ برای این که ازتون خوشم اومده. حالا اگه دوست دارین بیاین همراه ما بریم منزل ما. آخه تا یه لبی تر کنیم و یه خورده بیشتر تماشا کنیم. همیشه تو برام. من که دیگه طاقت ندارم برای تو نمیانی اما رفتم. خانم جان منو بکش تو. بکش. پای من زکم بده. برای پای منو بکش تو. ولش کن از لنگات بیرون باشه هوا بخوره. آقا نامحرم میبینه داخل. برو آبجی برو. بفرمایید تو آمدی اینجا چرا اینجوری؟ آره من وحشت گرفتی؟ میترسم بفرمایید اینجا آمدی اجازه میدین براتون مشروب بریزم؟ به دست شما درد نکنه خانم جان نیکی و پرسش بریز جانم بریز برای من پرشم بریز که میخوام با سلامتی جناب علی پاتیل پاتیل باشم آقایون خیلی خوش آمدی به به جبار خان خب خوشگله پس تو باست طرف کار میکنی قربان اون اون گفتن تو برم من میدونستم هیچ گربه مزه رضای خودم موش نمیگیره خوب دم و دستگاهی به هم زدی آجب بار آخه من روشم رو عوض کردم بله یعنی دوزیه گندلی گندلی میکنی آره ولی البته به وسیله شما ها این یکی هم از که کور خوندید ما دوروبر کار گذشته رو خیت کشتیم میخوایم بریم دنبال یه کار شرافتمندونه توبه گرگ مرگه او گرگ پدرته مثل اینکه من با این شوخی دارم جون من باعث شدم که شما ها زندانی بشید بله میدونم خانومم به دستور جناب آلو ضمانت کردن که ما آزاد شدیم بازم میتونم براتون کلک جور کنم که چند سالی رو کنج زندون آبخونک بخورید والا فکر نکنم درشون بخواد که یه عمر اون تو بمونم ببینم تو همون نزول خوره نبودی که ما رو گیر انداختی بابا دهنته چی شد؟ هیچی میگم که حقا باز تو خوب آرتیستی رول تو بازی کردی گلک نیست کم بزنم گوش کنید من نقشه کشیدم که حتم دارم با اجرای اون میتونی تا آخر عمر زندانی میکنی و باهاش ازدواج میکنی یارو پولش از پارو بالا میره و همون یه دخترم داره با این ترتیب تو صاحب یه زن خوشگل و ثروتمند میشی و منم صاحب دریای سبز دریای سبز؟ آره یه الماس بی نظیره یعنی میخوایم ما یه خانواده ای رو از هم بپاشونیم که تو ساوی الماس بشی آره من میتونستم عوض تو کس دیگه رو به اون خونه بفرستم خب پس چرا این کارو نکردی برای اینکه تو از اونایی دیگه زرنگتری من تو خوب میتونیم با هم کنار بیاییم حالا دست بده من نه میترسم آنفولانزا داشته باشی تلفن بگیرم
بزن بریم علی آقا. بریم. کجا؟ شما حق ندارین پاتون از این خونه بذاریم بیرون. فره بی هوا نشن نمر. سبکو سبکو. گردن گردن قبول نیست. گردن قبول نیست نمر. وای مادر شب کمرم. وای کمرم. نمر. شو بایی من؟ بده من گاز گوش کن تو بی خود دوره برای تو شلوک کردی برای من همون دل دزدی که بودی هستی بیا این اشغال پاشغاله رو جمع کن بده سپور ببارد بایی سکنر بارر بازم بچک نکسا افتاده دیدی چجوری مرغ از قفس پرید و زحمتامون هدر رفت ایرج آدمی نیست که از این همه ثروت چشم بپوشه من اونو خوب میشناسم به چی فکر میکنی؟ به اون دختر بیچاره منم اتفاقا تو همین فکر بودم من میترسم این جبار به خاطر پول این دختره رو بیچاره بکنه صبر کنه ما باید هر طور شده بهش کمک کنیم چجوری؟ ما پیشنهاد جبار رو قبول میکنیم فقط اینجوری میشه نقشه اونو برمزن مگه دیوانه شدی پسر؟ را بیافت اون باره من بیا بابا وایسا ببینم حالا من یه شکری خوردم کجا داری میری از خر شیطان بیا پایین با تو هم ای ایرج من نرو حالا وایسا بشمانه بیام شما ها سه چهار تایی نتونستین جلوی دو نفره بگیرین؟ سلام ما کردیم دیدیم بعد پیشنهاد نیست بالاخره ما رو به یه نون و نوایی میرسونه کچه؟ بزن بادش خوش اومدید دیدی گفتم پسر زرنگیه؟ خب، کی باید دست بکاشیم؟ من قبلا ترتیب کارا رو دادم تو به اونا یکی از ملاکین معروف و پولدار معرفی شدی اونا سخت مشتاق دیدن تو هم. فقط باید یکی رو بفرستم و به اونا قرار ملاقات بذارم من تصمیم گرفتم فردا شما رو بفرستم خونشون که مراسم خواستگاری رو انجام بدید سلامش میبینم شما کی هستی؟ علی آقا نوکر شما چی؟ نوکر ایرج خان مردفکن خواستگار مریم جان بفرمید تو چشم بروی چشمای قشنگ من قربان تو برم بفرما تو بفرما چشم آخه این گیری بخونه ببینم تو اینجا کلفتی با مردشو تو چقدر عقب افتاده ای کلفتی من اینجا مستخدمه کجایی من عقب افتاده من گزو جلو دارم جان بگو ببینم این تو چیه اشبیل مایی جان قربانم خانجی تو برم چشم ببینم تو اینجا تنهایی بله آخه چطور مگه؟ چی منظورم اینه که آخه منم تنها هم میخواستیم اگر گروهشو با هم نیم ایوا تو چقدر پر روی چه حرفا؟ دلخوری حرفشم نزنم ها ایوا کجا؟ کی هم چه حرفی رو زد؟ من تو آسمونا دونم آقای مردفکن؟ بله قربان بله بله خیلی خوش آمدید قربان شما خودشون که تشریف میرن؟ بله امروز از خدمت میرسن البته با نوکر و راننده و پیشکار و پسکار و غیر زالک الان هم دارن تمرین میکنن بله تمرین؟ تمرین برای چی؟ آخ بنده آب دادم تمرین حرف زدن قربان آخه ایرج خان ما یه قدر خجالتیه دیه خجالت بکش بسیار خوب بهشون بگید من و مریم منتظرشون هستیم ببینم مریم کجاست رفته خرید کنم خب فعلا خدا حافظ داره مردک میکنه خب قربان با اجازه سرکار
تا دم در ما رو راهنمایی می‌کنی؟ ای با چرا که بله لازم سکپک ما رو نگیره. خب دی با اجازه من رفتم از باقا خدمت برسم. حجی به منم صحبت میکنی؟ یه کلم معرف زدیم توم چشمیدی بله میکنی؟ ای با به هنی زودی تو زدی. ما غلط میکنم تو بزنم قربونی. خب خانم جان بای بای. در چالی هایی نچکن بیلن که داریم باش میجنب بجنبان جان بجنبان. خوبه همینطور ادامه بده. تنهی خب ببینم چیکار کردی؟ قربان همون جوری که فرموده بودین رفتم آی کیوان دیدم و تمام کار رو برا کرد. بعد زورم منتظر ما هستم. الهی که درد بلاش قلوم باشد بخوره توی سر من. راجبه چی حرف میزنی؟ اون کلفت قربانت گردم توی اون خانه یه دختر کلفت هست اینه هو هلو اینه ما شب 25. خب به تو چه؟ شتو با من چه مگه من دل ندارم. اوخ ببینی رج دست بال منو بند کن قربان تو برم من مرده اون کلفتم. شما خیلی وقتی که از اروپا برگشتین؟ جانم بله بله تقریبا یه دو ماهی میشه قربان. خوبه متشکرم. بله. از این مرتبه که خواستیم برین دخترم هم همراهتون ببرین اونم خیلی دلش دخترتون بله بله یه سفری دور اروپا اشکال نداره. متشکرم من نمیخورم. بد نیست امسال محصولات اجازه بدید من برم دوست برابر شده بفرمید برای شما شیبان که دیم آورده. الهی که من در بس قربان تو برم. هرگز بله آقا برو بگو مریم بیاد. چشم آقا خب میفرمودیم. بله ببینم عرض کنم اول اجازه بفرمید که معرفی کنم. خواهش میکنم خانم سکرتر مخصوص تو. خوشبختم خانم. و به ترتیب قد اسقر آقا راننده من، مرتضی خان حساب داره بنده، موسی خان پیشکارم و آقام نوکر بنده. نوکر پدرته. چی گفتی؟ هیچی قربان برای روح پدر جنابالی دعا میکردم. و ما خود بنده قربان راجب عبوی مرحوم محترمتون بفرمایید. احتیاجی نیست احتیاجی نیست مرحوم عبوی رو دیگه همه میشناسن. آره بیچاره بدبخت وقتی داش میمرد یک قرن داش کفن بخوره. تو بیمیری یک دفعه دخالت بکنی همچی میزنه که کلی تو مدر بیاره. چرا میزنی اخه؟ چه خبرتونه؟ هیچی قربان راجب اون دختر بر پوست پیاز و سمن البل خشک صحبت میدونین تا به حال خواستگارای زیادی به این خونه اومدن برکلن. ولی همه هدفشون این بوده که با پولای من عروسی کنن نه با دخترم. عجیبه. خواهش میکنم دیگه از این حرفا نزنیم. ایرج خان از اون تیپ جوونایی هم که اصلا پول و این چیزا براشون مهم نیست. ایشون بیشتر درآمدشون رو به سازمانای خیریه میبخشن. بله الکی میبخشن. گوش کنید آقای کیوان. بله. میدونید برای بنده محبت و نجابت زن از هر چیزی با ارزش تره. آه آفرین آفرین این درست همون چیزیه که من میخواستم. همونطور که شما پایبند شرافت و اصول خانواده آفرین هستین مام فقط به پاکی و درستی توجه شما هم آفرین. من دلم میخواد که دامادم همونطور که شما هستین واقعا نجیب و سر به راه باشه و در زندگیش لکه سیاهی وجود نداشته باشه. خوش به حالتون خانم بیم بریم. میدونی که من خجالت میکشم. شوهر کردن که خجالت نداره. اگه خدا بر من قسمت کنه با چهار دست و پا میرم پیشوازش. ایشاله به آرزوت برسی. خدا از دهنتون بشنوه خانم. سلام آقای ایرج مردافکن. خوش وقت بفرمین در خدمت باشیم. ماشاءالله ماشاءالله چه دختری. خواهش میکنم بفرمی. خیلی متشکرم. ما کجا باید بشینیم؟ بشین رو پای خانم سکرتر. اینطور که معلومه عروس و داماد کاملا همدیگر رو پسندیدن. میدونین حالا که اونا از هم خوششون اومده و شرایط ازدواجم مورد موافقت دو طرف قرار گرفته هرچی زودتر تاریخ قطعی عروسی رو تعیین کنیم بهتره. من فکر میکنم دیگه هیچ مانعی در سر راه این ازدواج وجود نداشته باشه. صحیح میفرمایین ولی مگه شما برای مراسم عقد و عروسی عجله دارین؟ البته ولی بهتره که یه سه چهار روزی با هم باشن که با اخلاق هم پی ببرن. منظورتون رو نمیفهمم. میخواد بگه که لازم قبل از عروسی چند روزی رو با هم بگذرونن. آخه شاید توافق اخلاقی نداشته باشن. بعد از مراسم نامزدی من حرفی ندارم. ببینم تو حاضری دخترم؟
من که حاضرم. بله پاپا. کبوتر با کبوتر باز با با کبوتر با کبوتر باز با با چرا در بوستان بلبل میآید فقط بلبل به قصر گل میآید چرا در بوستان بلبل میآید فقط بلبل به قصر گل میآید گل و بلبل دو همرازن همراز که چون ما گشته با هم یار و دمساز که چون ما گشته با هم یار و دمساز شدم افزون اون چشم سیاهت چه خوش بود و نخستین دم که گشتیم آشنا با دلم میخواد که دائم شاد چون مرغان هوا آزاد بگردیم همه جا با هم رها از سید و از سیاد بگردیم همه جا با هم رها از سید و از سیاد Thank you.
آشنایی منو تو میگذاری، ولی من فکر میکنم دیگه هیچ وقت نمیتونم حتی یه دقیقه بی تو زندگی کنم. این محبتی که تو قلبم ریشه دونده محال دیگه از روح و قلبم بیرون بره. اینو بدون که تو از امروز خدای دوم من هستی. من تو رو میپرستم برای همیشه. بذاری حقیقتی رو برات بگم مریم، من هیچ وقت فکر نمی کردم که تو زندگی یه روزی اینقدر پابند عشق و محبت بشم. من همیشه عشق و مسخره می کردم، ولی از همون لحظه ای که تو رو دیدم همه چیز برام عوض شد. حالا دیگه دنیا برای من پر از زیبایی. دلم می خواد کاری بکنم که لیاقت اینو داشته باشم که تا آخر عمر در کنار تو زندگی کنم. البته که داری. بر من مسلمه که لکه سیاهی تو زندگی تو وجود نداری. باور کن برای من و پدرم پاکی و انسانیت تو از همه چیز بالاتری. چی شد؟ گوش کن مریم. نه نه. چی میخوای بگی؟ هیچی. چرا؟ مثل اینکه از یه چیزی ناراحتی. خواهش میکنم به من بگو، هر حرفی داری به من بگو، من از هیچ چیزی ناراحت نمیشم. نه چیزی نیست، فقط اینو بدون که دوست دارم برای همیشه. ببینم عشق من یاد گرفتی؟ چی رو؟ که تو هم سرت بیزاری و قلندوش و بنده؟ وا تو عروسی نکنیم مگه میشه؟ نه نمیشم، 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 جان قربان که بودم. آخه جوان مرده، تو که اینم حول عروسی رو میزدی؟ پا چرا پد جلو نمیزدی؟ وا، من پا ما برای چی جلو بذارم؟ برای این که از ما خواستگاری بکنیدی؟ من از تو خواستگاری بکنم؟ والا مگه چه عیبی داره؟ یه وقتی پسر از دختره خواستگاری میکردن، حالا دختره از پسر خواستگاری میکنن؟ چی با نمه؟ والا کجاشی دیدی تو؟ خب بفرمایین از کی باید شما رو خواستگاری کرد آقا؟ از خود بنده قربان. از خوده؟ باله. مگه چه عیبی داره؟ هم تو بیفک فامیلی هم من. پس چه بهتر که تو دست منو بگیر و من دامن تو. خوبه خوبه. قربان اون خوب خوب گفتن تو برم ناز نکن تو برم. وای خوب نیست بیزار اینجا جلوی من. چه خبره بچه ها؟ خانم آقا اومد. شما ها چی کار داشتین میکردین؟ هیچی داشتین تمرین زن شواری میکردین. چی؟ الفای ما چیزی یاد میدادم دیگه. خب بیاییم بریم، داره دیر میشه. این یکی دو روزه خیلی کار داریم. بله باید کارهای عروسی رو برام بکنیم. باسته خود لیس کرد دیگه. تو رو نگفتم خانم آقا جان میگم. یا جفتیش زبایه این یک، اینم سک جفتیه. این یه جا خوب میاری ها. خیال بازی کن، چرا معطلی؟ صبر کن، اینم یه جفت دیگه. سلام رئیس. سلام، هنوز مشغوله؟ چک کنیم رئیس، بیکاریه دیگه. یا جفن جک. خب تازه چه خبر؟ نوبت منه. او 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 تاقیه جفت بازی میکنن گه. ده بازی کن ده. بازی کن. نوبت منه. یا شیتیلی یا بازی نش. چی شد؟ مگه تو مرض داری ها؟ بله. مگه اینجا قمارخانه است؟ پس چی فکر کردی؟ خیال میکنی اینجا مکتب خونه؟ حدس میزنم که دختر پاک گرفتارت شده. اون دختر خوبیه. پول و پلش هم خوبه. پول و پلش واسه من مهم نیست. میدونی یا اون خوشی زده زیر دلش یا دیوونه شده. اگه همه میخورن نان پنیر تو یه نفر برو سرد بیزر بیمیر. وقتی دو تا آدم مودررد میزنن تو نور افکن دخالت نکن. درسته. همونطور که باید گفتم حسنی و مرتضی همه جای این چند روزه تو رو زیر نظر داشتن. از قرار معلوم خوب تونستی نظر اونا رو به خودت جلب کنی. منم خوب توانستم این چند روزه نظر کل پدری جلب بکنم. قربانش برم عاشق منه. بله. نیفهم تو دی چی میگی؟ اون نگاه میکنه. گوش کن، من اومدم اینجا چیزی رو بهت بگم. منو از این کار معاف کن. اگه ممکنه اصلا قید این کار رو بزن. باور کن اونا آدم های خوبی هستن. چه اینطور؟ قطع آخرت باشه از این حرفا میزنه. بزنم نمیزنه. ببینم تونستی رمز گاف صندوق رو بفهمی یا نه؟ بله خودم هم دو دفعه رفتم. رفتن تو اطلاع دارم، ولی فکر نمی کنم دریای سبز تو اون گاف صندوق باشه. نظر تو برای من مهم نیست.
خودم مطمئنم که اونجاست. دیگه چیزی نمونده که مال من بشه. کی میری سراغ گاوصندوق؟ شب عروسی. چطوری؟ بخششو کشیدم. تو و علی توی عروسی میمونین، ما هم وارد کارخونه میشیم. این کار غیر ممکنه. آخه من چطوری میتونم از تو سالن بیام بیرون؟ فکر اونش هم کردم. مطمئن باش موفق میشیم. فقط اینو فراموش نکنید که اون شب همه باید خونسردیشون رو حفظ کنن. خیلی ممنون. سلام آقای کیوان. سلام. منو به دامادتون معرفی نمی‌کنید؟ آقای ایرج مردافکن، ایشونم اسم من جباره. خیلی خوشبختم. تو اومده اینجا چیکار؟ من نباید تو عروسی دخترت شرکت میکردم؟ توجه کنین، توجه بفرمایین و حالا عروس و داماد رقص و افتتاح میفرماین. موزیک؟ بلنشو بریم یه رقص. باش بریم. با اجازه. افتخار این رقص به من میدید؟ خواهش میکنم. من و بچه ها میریم تو اتومبیل. به ایرج بگو فوراً به ما ملحق بشه. ما هم سعی کن سر پدر عروسی گرم کنیم. باش. بریم. خیلی متشکرم خانم. خواهش میکنم. خب من با اجازتون مرخص میشم. ممکنه با من برقصیم؟ اوه، بله، با کمال میل. مگه تو مرض داری؟ هوای کار خوب داشته باش، ما رفتیم، فهمیدی یا نه؟ برین که بار نگردی، پدری از تو در بیارم که کیف بکنی. راستی، من باید یه تلفن بکنم. اجازه میدی عزیزم؟ آره، خواهش میکنم. الان برمیاد. مریم جون با من میرخصی؟ ولی من بچه بهش جا بدید بشینه. خیلی متشکرم، شما هم خوش گلیش. مرسی. زود باشین، زود باشین، فرار کنین، زود تر، یلا بریم، بجنب بچه ها، یلا، فرار کنین ایس، پایسین ولی اشتباه گرفتی جان، اینجا کارخانه نیست. نخیر.
الو، منزل آقای کیوانی؟ نه جان، اینجا مردشور خانه است. الو، اونجا کجاست؟ کجا رو میخوای؟ بله همینجا هست، اون چی اشتباه گرفتی نه بود؟ کجایی دارم دنبالت میگردم؟ منم اینجا بودم. بیا بریم تو. نه من اینجا کار دارم. نفهمیدم اینجا کار داری؟ تو اینجا چی کار داری؟ نکنه با کسی قرار گذاشتی؟ چشمات از کاسه در میارم. ولی من با تو خیانت میکنم؟ پس بیا بریم تو. تو برو، من بعدم میام. جان تو میام، برو. بیا. مزرم وای گندش در آمد. گنده چی در اومد؟ هیچی، مگه معرفی زدم؟ راست میگی؟ براو، هزار تومن بهت انعام میدم. گوش کنی، میخواستم به کارخونه ما دست برد بزنم، ولی پلیس به موقع رسید و سارقین رو دستگیر کرد. خدا رو شد. ایرج کن. نمیدونم، همین جاها بود. شما ایرج رو ندیدی؟ نه. علی جان. بلا سلام. ایرج کجاست؟ ایرج چیز همین چیز من اینجام. با من کاری داشتی؟ خیلی معذرت میخوام. سارقین قصد داشتن به کارخونه ما دستبرد بزنن، ولی پلیس اونا رو دستگیر کرده. خیلی خوشحالم. اگه اجازه بدیم برم یه سری به کارخونه بزنم. نه، احتیاجی نیست. فعلا که به خیر گذشت. خب هواپیما 6 صبح حرکت میکنه. حالا بهتره بریم وسایل سفرمون رو آماده کنیم. آره، چیزی به صبح نمونده. علی چمدون منو ببند. با چشم منو میام. امیدوارم ماه عسل واقعا بهتون خوش بگذره. همه چیز مرتبه، اتاقتن هم حاضر حاضر. مرسی علی، تو پسر خوبی هستی. اگه با ما نمیمدی جدا حوصلمون سر میره. اتفاقا یکی اشتباه کردی، عروس داماد باید تنها باشن تا عسل خوردن بونه ها بچزبد. بله. خب مریم جون، تو برو تو هتل. مگه تو نمیمی؟ من باید دارم یه نفر ببینم، یعنی یه پیغام فوری برش دارم. ما اینجا گزی رو نداریم، عجب جاغانی زیاد. مریم بودم. مریم چی بود؟ ناراحت شدی؟ آخه امشب اولین شبه که اومدیم اینجا. باور کن زود برمیگردم. حالا خواهش میکنم بزمیرم. خیلی خوب، من منتظرت میمونم. زود برگردی. باش عزیزم. خب بریم.
کجا بریم بادم؟ ماگه تو آبادان کسی رو نمیشناسیم. بیا توسط بگم. بگو ببینم این چه کلکیه تو در آوردی ها؟ یه دقیقه حرف بزن ببینم. با مرگ عزیزی تو تا دلیلش نگی قدم با تو بر نمیدارم. یه لحظه حرف بزن ببینم. ببین علی، من حس میکنم که اشتباه بزرگی کردم. من نباید با این دختره بیگناه رو سینه کردم. قلب مریم مثل دریا پاک و بی‌آلایش. حیف اونه که زن آدمی مثل من بشه. این حرفا چیه تو میزنی پاسدار جان؟ نه. جدی میگم. تو میدونی که من کی هستم. چی کاره بودم؟ حالا رواست که یه ذره به این خوبی رو آلوده زندگی کثیف خودم بکنم. میدونی اگه یه روزی بفهمه که شوهرش آدمی رو که دوست داشته چی کاره بوده، چه ضربه‌ای به روح و قلبش وارد میشه. نه من نباید انقدر خودخواه باشم که اونو فدای نقشه های کثیف خودم بکنم. من نباید انقدر نامرد باشم. حالا میخوای چیکار بکنی؟ میخوام همونطور که مثل گل به دست من اومده به همین صورت باقی بمونه. شاید با این کار بار گناهم سبکتر بشه. تو که خیال داشتی چرا با اون بدبخت روسی کردی؟ برای اینکه مجبور بودم. امکان داشت اونا کسی دیگه ای رو سر راهش قرار بدن و بدبختش کنن. من میخواستم نجاتش بدم، ولی خودم گرفتار شدم. عشق اون نزدیک خوردم کنه، بیمارم کنه. گوش بده عزیز. نه علیه، دیگه همه چی تموم شده. من تصمیم خودم گرفتم. مریم باید همه چیزو ببینه. ممکنه کلید اتاق بنده رو لطف کنی؟ بله، بفرمی. متشکرم. سلام. سلام. آقای ایرج مردافکن شما این؟ بله. بفرمید این چیه نامه داریم. بله. بایده ببینم مالکیه؟ آقا چی نمیشته؟ بیبریم باقی که گاهمو زایده. ساوله. برمونشم. این کلید اتاق شما زرم. بفرمایید. سلام. او. آ، کجا داریم میریم جان؟ آقا. ناخیر. یه بار با من بی صاحب بگو کجا داریم میری؟ چه حال تابستانی گرفت؟ سلام. سلام روی مازو. آره باده با کار ما برسیم. خودش را افتند. نفهمیدم تو برای چی اومدی اینجا؟ من به دستور جبار اومدم اینجا. جبار؟ از اون برات یه پیغام. اون میدونه تو بهش کلک زدی، گفته اگه فوراً برنگردی و الماسشو پیدا نکنی حساب تو و رفیق تو میرسه. هیچ غلطی نمیتونه بکنه. حساب تو میرسه. تو اشتباه میکنی، اون آدم خطرناکی، ممکنه کار دستت بده. من از اون هیچ ترس و واهمه‌ای ندارم. گوش کن ایرج، اون دستور داده که اگه به حرفش نری فوراً تو رو بکشن. حتما مأمور اجرشم جنابعالی هستی. برعکس ایرج، من از تو مواظبت میکنم. برای اینکه میدونم اگه از اون رو اطاعت نکنی نابودت میکنم در اولین فرصت. ببینم تو کدوم طرفی هستی؟ من مجبورم از اون رو اطاعت کنم. چرا؟ دونستنش برای تو چه فایده‌ای داره ها؟ خب بالاخره خیال داری چیکار بکنی؟ بذار حرف آخرمو بهت بزنم. به جبار بگو هر غلطی که دلش میخواد بکنه، چون من دیگه حاضر نیستم باهاش همکاری کنم. ایرج من تو رو دوست دارم، بذار بعد از این کنار تو باشم. میخوام نباشی. اینو بدون فقط یه زن تو زندگی من وجود داره، اونم مریمه. بابی بریم. های جزی میفرماد ما امشب اینجا باشیم؟ بیبار دنبال کارت پسه. همه جا موزه. بیا! Thank you.
قابل قبول نیست. ممکنه حقه‌ای در کار باشه. این عکس دلیل این نیست که اون یک دزده. نه، من نمیتونم باور کنم. فکر نمیکنم خودشم این موضوع رو انکار کنه. آخه چرا؟ چرا جبار این کارو کرد؟ چرا دخترمو بخبخ کرد؟ اون همیشه از یه حادثه حرف میزد. میگفت اگه دریای سبزو بهش تحویل ندین، انتقام اون حادثه رو خیلی شدیدتر ازتون میگیره. اون هیچ غلطی نمیتونه بکنه. ولی اون فقط یک سال تو زندان میمونه و وقتی آزاد بشه، انتقامشو از شما میگیره. منو تهدید نکن. اون کاری که نباید بکنه کرد. دخترمو بیچاره کرد. آبروی منو برد. دیگه چی کار میخواد بکنه؟ بیاد منو بکشه؟ هر کاری میخواد بکنه. ولی بهش بگو هیچ وقت به آرزوش نمیرسه. من اگه دریای سبزو نابود کنم، نمیذارم دست اون بهش برسه. همونطوری که قلب منو سوزوند، همونطوری که دخترمو بدبخت کرد، منم کاری میکنم که تا آخر عمر بسوزه، بیچاره بشه. اون فکر میکرد دریای سبز تو گاوصندوق کارخونه است، ولی نمیدونه که من از اون زرنگترم. بهش بگو اگه تمام زندگی منو زیر رو کنی، اون الماسو پیدا نمیکنی. میدونم که با این حرف آتش میگیری. بله، من اومدم با شما صحبت کنم. برو از خونه من بیرون. ولی من باید با شما حرف بزنم. دیگه نمیخوام قیافه من حوست تو ببینم. تو پسترین آدمی هستی که من تو عمرم دیدم. با وجود این عکسا فکر نمیکنم بتونی اعمال زشت تو انکار کنی. من هیچی رو انکار نمیکنم. من با اجازتون مرخص میشم. من فکر میکردم با یه مرد طرف هستم. قیافه تو پستی و رزالت تو نشون نمیداد. من از این تعجب میکنم که چرا جوونی مثل تو باید استعدادش رو صرف کارهای نامشروع بکنه. چرا باید از نبوغش برای از هم پاشیدن خانواده ها استفاده بکنه؟ یعنی پول اینقدر ارزش داشت که به خاطرش آبروی من و دخترمو ببری؟ مگه ما به تو چه کرده بودیم؟ چه کار خلافی از ما سر زده بود؟ چرا دخترمو بدبخت کردی؟ برو بیرون. برو بیرون. دیگه چی از جون ما میخوای؟ گوش کنین. من اومدم همه چیز رو تون اعتراف کنم. حالا وقتی که دستت رو شده، وقتی که سعادت دخترمو بازیچه خودت قرار دادی و نابود کردی، بیچاره مریم، اون چطور به مردم بگی که شوهرش دوست بوده؟ کاش هرچه پول میخواستی از من میگرفتی و این برا رو سر دخترم نمی آوردی. مطمئن باشین که دخترتون مثل یه گل پاک و دست نخورده. من خودم اینو از اول میدونستم که لیاقت شوهری دختر شما رو ندارم. ولی شما باید اینو قبول کنین که من بدون اینکه شما و خانوادتون رو بشناسم به نفع شما وارد این کار شدم. خودم آلت دست اونا نشون دادم که بتونم مانع نقشه هاشون بشم. اگه من این کار رو قبول نمی کردم، اونا کس دیگه ای رو وارد زندگی شما می کردم. ما اون وقت ممکن بود اون مثل من فکر نکنه و واقعا زندگی شما رو از هم بپاشونه. خب حالا می فرمایین چی کار بکنم؟ به خاطر این همه فداکاری ازت تشکر کنم؟ دست و پاتو ببوسم؟ گوش کنی رج، بهتر مریم رو فراموش کنی. یعنی ازت خواهش بکنم دیگه هیچ وقت سعی نکن اونو ببینی. به خاطر خدا این کارو بکن. ببخش که این نامه رو برات می‌نویسم. اون قلب پاک و بی‌آلایش تو رو آزار داد. ولی چه کنم که مجبورم تو رو ترک کنم. من اونطور که تو فکر می‌کردی نیستم. من یه دزد بودم. دزدی که شهامت گفتن حقیقت رو نداشت. ولی به عشقمون قسم، از روزی که با تو آشنا شدم، برای اینکه لیاقت محبت تو رو داشته باشم، دست به هیچ کار بدی نزدم. ولی داغ ننگ به پیشونی من خورده. من نمی‌تونم این لکه رو پاک کنم. برای همین تصمیم گرفتم که لااقل تو و خانواده‌ات رو از این آلودگی دور نگه دارم. خدا حافظ امید زندگی من، امیدی که برای همیشه مجبورم از دست بدم. چرا؟ آخه چرا؟ بسیده خانم، از صبح تا حالا این دفعه پنجم میگی نامه رو میخوانی و گریه میکنی. آخه اینکه کار نشد، باید فکر چاره کرد. آخه چرا این کاری کرد؟ چرا؟ من اونو به اندازه ای تمام دنیا دوست دارم، نمیتونم ازش جدا باشم. چرا منو ترک کرد و رفت؟ چرا؟ میدانی
اون ناراحت بود چون نمیخواست شما در باره اون فکر بد بکنید. شب عروسی هم به دستور اون بود، پلیس خبر کردم و دوزه دستگیر شده. گذشته اون برای من مهم نیست، من خودشو دوست دارم. تو چرا به من نگفتی که میخواد این کارو بکنی؟ باور بکن من نمیدانستم میخواد بیزاره بره. از اون گذشته من نمیدانم چرا منو با خودش نبرد. برای که من تنها نباشم، اون واقعا یه مرد، یه انسان. یاد آقا پسر، برگرد. ایرج کجا میری عزیزم؟ برای چی من آوردین اینجا؟ برای اینکه حس کردم به من احتیاج داری. من به هیچ کس احتیاج ندارم. من به کلی فراموش کنی. نه پدر، من چطور میتونم اونو فراموش کنم؟ اون برای من یه انسان واقعی. ممکنه برای تو یک انسان واقعی باشه، ولی در نظر اجتماع یک گرگه، یک دزده. دزدی که تمام فعالیتش صرف این شد که خانواده منو به لجن بکشه. اون دیگه برای من آبروی باقی نگذاشت. من نمیدونم جواب فامیل چی بدم. اون اگه به آبروی ما علاقه نداشت، طور دیگه با من رفتار میکرد. از اون گذشتی. من که نمیتونم به خاطر فامیلم شوهرمو ترک کنم. کدوم شوهر؟ تو به چه حسابی روی اون اسم شوهر میذاری؟ چطور میتونی بین مردم سر بلند کنی اونو شوهر خودت معرفی کنی؟ من به گذشته اون هیچ کاری ندارم. بر من مهم نیست که اون قبلا چی کاره بوده. آینده زندگی ما بر من مهمه. این بر من مهمه که اون نسبت به من و خانواده‌ام از خود گذشتگی نشون داد. ببینم پدر، فراموش کردی که اگه اون پلیس در جریان نذاشته بود، سارقین تمام موجودی صندوق کارخونه رو زده بودن؟ ضمناً اینم فراموش نکن که اگه اون با سارقین سازش کرده بود، ما از هستی ساقط شده بودیم. پدر، ایرج شوهر منه و من هیچ خیال ندارم از اون جدا بشم. ببین دخترم، من سالها زحمت کشیدم تو رو به این سن و سال رسوندم. من برای تو هم پدر بودم هم مادر. وقتی مادرت از این دنیا رفت و ما رو تنها گذاشت، تو خیلی کوچیک بودی، نمیتونستی بد و خوب زندگی رو تشخیص بدی. من به خاطر تو خودم رو محکوم به تنهایی کردم که بتونم تمام زندگیمو صرف تو بکنم. همیشه آرزوم این بود مردی شوهر تو بشه که لیاقت همسری تو رو داشته باشه و بعد از من تو از لحاظ محبت کم بودی احساس نکنی. ببین پدر، درسته که شما پدر من هستین و حق حیات به گردن من دارین، ولی باید قبول کنین که اونم شوهر من، خدای دوم من. اون باید حس کنه کسانی هم تو این دنیا وجود دارن که قدر محبت رو میدونه. پدر، ممکنه اون در گذشته یه دوست بوده، ولی از یه دوست هم میشه یه انسانی شرافتمند ساخت. من این موضوع رو به شما ثابت میکنم. بریم علی. اگه پا تو از این خونه بیرون بذاره، دیگه دختر من نیستی. من از ارث محرومت میکنم. باشه پدر، برای من نجات ایرج از ثروت شما با ارزش تره. من میخوام اون از گذشته ای تاریکش جدا کنم. بریم علی. نه مریم، تو حق نداری بری و منو ترک کنی. آقا جان، از آتش جهنم بترسین و بین دو تا جوان جدا. ببند دهن تو. خیلی خوب، بیا بریم. منم با خودتون ببری. خوب، من بدون شما نمیتونم تو این خونه زندگی کنم. راست میگه خانجان، به خاطر من اینو بیاری. سرنوشت من معلوم نیست، میترسم تو هم با آتش من بسوزی. نترس، من اونجا هستم، فوری آتش خاموش میکنم. باشه تو هم بیا. بریم. جوانی من برم تو بگم بیاد پیشواز شما. میای تو؟ نه بابا. اگه اشتباه نکرده باشم باید خانه او باشه.
خونه کی؟ ناهید. شما برین تو، من برم بهش خبر بده. نه منم میام، ممکنه حرفای تو رو باور نکنه. با هم باش. برو. خودتون اینقدر عذاب میکنم. خانم، یه نفر به اسم علی و یه خانم به اسم مریم اومده. تا تو بزرش بدی مارم بزن رسیدی که باید. چرا اومد اینجا؟ اگه خلاف کردم، اومدم شوهرمو ببینم. شوهر؟ چه کلمه مسخره ای. ببین چی میگم. بین من و تو همه چیز تموم شده. تو باید برای زندگیت شریک دیگه ای پیدا بکنی. شریک زندگی من تو هستی، برای همیشه. برو از اینجا بیرون، نمیخوام این حرفای مسخره رو بشنوم. این حرف مسخره نیست، جدیه. گوش کنی رج، فکر نکن از اینکه من فهمیدم تو کی هستی و چی کاره این ناراحتم. نه، به هیچ وجه. گذشته تو اصلا برای من مهم نیست. تو در حال حاضر شوهر منی. وجود خودت برام ارزش داری، باور کن. بی خود خودت گول نزن. نمیتونی با این حرفا منو وادار کنی که از تصمیمم منصرف بشم. اصلا میدونی چیه؟ من میخوام از زندگیم لذت ببرم. نمیخوام پابند زن و بچه و اینجور چیزا بشم. از تو هم متنفرم. تو دروغ میگی. نه راست میگم، دیگه نمیخوام ببینمت. صبر کنی رج. فکر نمیکردم تو تا این اندازه نامرد باشی. این دختر معصوم به خاطر تو تمام زندگیشو زیر پا گذاشت. وقت تو جواب محبتش اینجوری میدی؟ من حوصله شنیدن این مزخرفاتو ندارم. باید با ما بیای. الان خود باید شو. خانم شما باید به من کمک کنید. من شوهرم از شما میخوام. ببینید، من بدون اون نمیتونم زندگی کنم. شما رو به خدا یکمی رحم داشته باشید، اونو به من برگردونید. گریه نکن خانم جان، بلنش بیان بره. اون لیاقت این همه محبت شما رو نداره. اون باید مثل کرم تو همین زبالدنیا زندگی بکنه. نه، من زن اون هستم. اینقدر مبارزه میکنم تا اون دوباره برگرده پیش من. گوش کن، امکان نداره من از تو جدا بشم. من اینقدر تو خونت منتظر میمونم تا برگردی. اشتباه میکردم. اون زن خوبیه، واقعا تو رو دوست داره. اون همه چیزشو به خاطر عشق و محبت تو زیر پا گذاشته. خدا رو خوش نمیاد که اینطور دلشو بشکن. برو ایرج، ازت خواهش میکنم برو. ممکن از ناراحتی یک کاری دست خودش بده. برو پیش اون، برو. جان بقیه مال تو دست شما داده. بری همین جاست. بله بله همین. مریم، مریم، من برگشتم پیش تو. خوشحالم. تو منو میبخشی؟ منو تو مثل برادر میبخشی. تو حق داری منو بکش. قربونه تو رفیق خوب. من تصمیم گرفتم که از فردا یه کار شرافتمندانه برای خودم دست پا کنم. عملکی میکنم، زحمت میکشم، ولی دیگه از راه راست منحرف نمیشم. خدا رو شکر. ای ببینم زنان جان، اگه منم برم عملگی
حالا به من خیانت میکنی ها؟ من هرچی گفتی انجام دادم. ولی وقتی من زندان بودم پسره رو آوردی تو خونه من و اینجا باش عشق بازی کردی. میخوای 100,000 دفعه دیگه اینو اقرار کنم؟ من که چیزی رو پنهون نکردم، همه چی رو بهت گفتم. ولی چطور جرأت کردی؟ از خشم من نترسیدی؟ من قرار بود هر دستوری که بهم میدی انجام بدم، ولی قلب و احساسمو که به تو نفروختم. از همون روز اول من به ایرج علاقمند شدم و موقعی که دیدم زندگی اون از هم پاشیده شده، به این امید که میتونیم با هم زندگی کنیم اونو به طرف خودم کشیدم، ولی اشتباه میکردم. برای اینکه فهمیدم اون با تمام وجود میکنم. وقتی این به هم ثابت شد، وقتی پی بردم که مانع خوشبختی اونا هستم، خودم رو کنار کشیدم. خودم خوشحالم چون زندگی داره به اونا لبخند میزنه. ولی من این زندگی رو ازشون میگیرم. کاری میکنم که مرگ رو به زندگی ترجیح بدم. آخه چرا؟ میپرسی چرا؟ کی باعث شد که یک سال از عمرم رو توی زندان بگذرونم؟ در این یک سال همش نقشه میریختم تا بتونم انتقاممو بگیرم. نه فقط از اون، بلکه از همه‌شون. هنوز آتشی که پدر مرگم تو قلب من روشن کرده خاموش نشده. سالهاست که داره منو میسوزونه. میخواستم با سرقت دریای سبز ازشون انتقام بگیرم. ایوان جلوی پام زانو میزنه و التماس میکنه که دریای سبزو بهش پس بدم لذت ببرم. ولی افسوس، اون احمق عاشق دخترش شد و تمام نقشه‌های من از بین برد. حالا نوبت منه که همه اونا رو از زندگی ساقط کنم. فراموش نکن که در این مملکت قانون وجود داره و مطمئن باش که همین قانون در مقابل تو از اونا حمایت میکنه. نمیخواد از اونا دفاع کنی. من کاری میکنم که اونا با دست خودشون گور خودشونو بکنن. گوش کن، تو باید برای آخرین مرتبه دستور منو انجام بدی. متاسفم، من دیگه نمیخوام شریک اعمال کثیف تو باشم. ولی چی؟ تو همه چیز از من گرفتی، زندگی رو برام جهنم کردی. گوش کن، بهتره دیگه منو راحت بذاری. اگه بخوای بیشتر از این به پر و پای من بپیچی، خودم همه چیز رو به پلیس اطلاع میدم. بسیار خوب، تو نمیخواد دخالت کنی، کسی دیگر رو میفرستم. معذرت میخوام، من و مریم خانم خانم آقای ایرج خان کار دارم. بفرمایید، خود من هستم. خدا مرگم بده. تو رو خدا هول نکن اینا، چیز مهمی نیست. چی شده؟ من صاحب اون ساختمونی هستم که ایرج خان داره میسازه. وای خدای من، آخه چی شده؟ یه ساعت پیش از طبقه سوم پرت شد پایین. وای دیدی چه خاکی به سرم شد؟ باید به تو خبر میدادم. آره کجاست؟ بردنش بیمارستان. بیاین ببرم تو اینجا. کدوم بیمارستان؟ بیاین من ماشین رو ببرم. داره ما رو در آوردی تو این بس. میکرین یاد یه ببینم زنان جوان مرده. تو چه ادم در وایسدی؟ نکنه کسی بسی رو دید میزنی ها؟ نه خانم، رفتم بیرون میخواستم در ببنده. خانم کجا رفت؟ نمیدونم، با یه خانم دیگه رفتم. با یه خانم دیگه؟ بله، ماشینم داشت، اومد دمی در. نمیدونم به خانم چی بود که بعد با هم رفتم. اون زن کی بود؟ حتما یکی از فاکا فامیلاش بوده دوارر. تو که میدونی مریم با کسی رفت آمد نمی کنه. خیلی خب، حالا بریم، بعدم خودش بر میگرده معلوم میشد. بریم. برو بزن بولا گفته. نه برم کنید باز بزنتو. چی از جونه من نگرده؟ تمونی گرش داری. نه
الو، اداره پلیس. این چه رفتیه؟ دیشب کجا بودی؟ خونه اینجا. اونم گولم زده. بعدشم بیوشم کرده. میدونید بچه هم؟ دلم میخواد بدونم وقتی اون بفهمه زنش دیشب پیش من بوده چه حالی پیدا میکنه. اوه، ممکنه خودش از ناراحتی بکشه. نامردا. یالا بچه بگیرنش، یالا کلکش بکشنید. بکشنش، بکشنش. از اینجا بندازینش بیرون. آره بچه بندازینش بیرون. یه لورندش خواب دیگه لطفتی بستل یخده آقا بشه. آقا رو بسه اومده با ما در بیافته. بندازشم اینجا بیبری. نباشین خوب زدیمش. قربون بعد اجازه میدیدین اون ناچس رو میکشتیمش والا. برعکس اون باید زنده بمونه و زجر بکشه. زهری به کامش ریختم که تا آخر عمر تلخیشو فراموش نمیکنه. هر وقتم بخواد شکش برطرف بشه تک خال دوم رو میکنم. علی بلند شو. علی جان. علی جان جان بلند شو. چه با بوده بگیریم بخوابین دیمانه. بلند شو خانم، مالش به هم خورده. به نظرم کار دست خودش داده، بلایی سر خودش آورده. بلش کن بیا بگیر بخواب قربان. بلند شو. چی خانم؟ آره آره پاشو. چی قرار که چی شده؟ ای وای خاک بر سر من. چی بلایی سرش آورده خانم جان؟ چی کار کرده خانم؟ بودنش برم چه نکر کرده؟ چی کارش کردی؟ کاری نکردم. چرا این کار کردی؟ ای بس دیگه اینقدر حرف نزن، باید برسونیمش مریض خونه. بودو به پدرش خبر بده. آقا چی؟ بازم تو؟ بله بازم من قربان. بازم من اخت صدف کردم. آقا صدف کردم پسر چرا همچه میکنی؟ دخترتن حالش خوب نیست، بچه باشی. مریم حالش بده، دخترتن حالش بده. ها مریم؟ ولی اون دیگه دختر من نیست. این حرفا رو بذارین کنار قربان، اون حالش خیلی بده، جانش در خطره. مگه شما پدر نیستی؟ مگه هم یه دختر ندارین؟ اون داره میمیره. چی؟ مریم؟ خدای بزرگ کمکم کن، دخترم رو نجات بده. در را بیفته باره. من الان راننده ندارم، بهتره با تاکسی بریم. تاکسی چی؟ من وسیله موتوری دارم. بریم دیگه. خیلی شانس آوردین که فوراً رسوندنتون به بیمارستان. حیف شما نیست که میخواستین در عین جوانی زندگیتون از بین ببرین؟ دیگه زندگی بر من ارزشی نداره. متشکرم دکتر، مرسی.
نکن لباسم ترس کنم. مریم دخترم، دختر عزیزم. چرا این کار کردی؟ چرا میخواستی زندگی منو سیاه کنی؟ برای شما چه فرقی میکنه؟ شما الان چندین ماهه که از من بیخبر هستی، یعنی بودن و نبودن من برای شما تأثیری نداره. تو اشتباه میکنی. من دورا دور مواظب زندگی شماها بودم، میخواستم ببینم تو چطور میتونی ایرج رو عوض کنی. دیدین که عوض شد. بله، ولی نزدیک بود این کار به قیمت جون خودت تموم بشه. در این مورد ایرج هیچ تقصیری نداره. هر مردی با چنین وضعی روبرو بشه نمیتونه قبول کنه که زنش گناهی نداره. شما که خبر ندارین چه بلایی سر من اومدی. چرا؟ علی همه چی رو برام گفت. خودم میتونم حدس بزنم که چرا جبار این کار کرده، ولی پاکی و بیگناهی تو مثل روز برام روشنه. چه فایده؟ فعلا که زندگی من ایرج از هم پاشیده شده. من باهاش صحبت میکنم، اون مجبور حقیقت رو قبول کنه. تو و نرگس بریم منزل خودمون تا من و علی بریم اونو پیدا کنیم. مطمئنین که میتونیم این کارو بکنیم؟ بله دخترم، مطمئن هستم. مرسی پدر. ببینم ایرج کجا میتونیم پیدا کنیم. توی دوا فروشی. اینجور وقتا که خیلی ناراحته پاتوقش اونجاست. از مهمون اینطور پذیرایی کنم. گفتم چرا اومدی اینجا؟ فکر کردم شاید شوهرتو بتونم اینجا پیدا کنم. بی خودی زحمت کشیدی. اون خودش حقیقتو فهمیدی که به من سوءزنی نداره. ولی من میخوام کاری کنم تا سوءزنی که داشته مبدل به یقین بشه. مطمئنم وقتی این عکسارو ببینه دیوونه میشه. براش مسلم میشه که اون شب چه لذتی از وجود زنش برده. تو راست‌ترین آدمی هستی که من تا حالا تو عمرم دیدم. احمق نشو، اصلا رو بذار کنار. نه بس دیگه، بلاهایی که تا به حال به سرم آوردی کافی. گفتم اون اصلا رو بذار کنار. تو زندگی من رو ازم گرفتی، منم تو رو میفرستم جهنم. اتفاق افتاده؟ بله، داودیه، خیابان زفر، منزل کیوانی، کارخونه داره محروم. مرد اینجا قش کردی؟ مریم جون منو ببخش عزیزم، من نفهمیدم که تو پاکترین و نجیبترین زن دنیا هستی. منو ببخش که به تو مظلوم شد، ولی دیگه همه چی تموم شد. حالا دیگه میتونیم زندگی نوی رو با هم شروع کنیم. زندگی نو دیگه خیلی دیر شده. دیر شده؟ آره، من اونو کشتم. آه.
بلند شو، بلند شو مامان جان، من از خودت نرنجم، دست تو به دولایی. چون میخواست برای این زندگی را از من بگیر. تو نباید به این عکس توجه میکردی. اون نمیتونست به تو نظری داشته باشه، چون اون عموی تو بود، برادر تنی من. شما ها باور میکنین که من بیگناهم؟ بله، پدرت همه چیزو برای من گفت. اون عموی تو بود، و به تو نظری داشته باشه. میدونی جبار تمام این کارا رو به خاطر کینه ای که از پدرت داشته میکرده. آخه چه کینه؟ الان برای توضیح میدم. همونطور که بارها گفتم، مادر دختر دایی من و زن ثروتمند بود، ولی علاوه بر پول و املاک فراوان، بزرگترین الماس خانواده به نام دریای سبزم در اختیار او بود. جبار عاشق اون الماس بود و خیلی تلاش کرد با مادرت ازدواج بکنه، ولی چون من و مادرت به هم علاقمند بودیم، اون با من ازدواج کرد. از اون تاریخ جبار کینه منو به دل گرفت و دائم برای به دست آوردن دریای سبز نقش کشید. بارها به وسیله اشخاص مختلف به منزل من دست برد زد، ولی هرگز موفق نشد الماسو پیدا کنه. بله، چون من جای پیش پا افتاده‌ای برای الماس در نظر گرفتم. نگاه کن، پایین اون دوست. من از همون روزی که به این منزل اومدیم، الماس اونجا آویز می‌کردم. پدر، چرا از اول این موضوع رو به من نگفتی؟ چرا زندگی من رو بازیچه دست خودتون قرار دادی؟ آخه مگه من چه گناهی کرده بودم که باید پدر یک چیز زیادی شما همیشم؟ در اون که تصمیم شدیم، کوچکترین کمکی به اون نکرد. و پدر بیچارم که دید حیثیت خودش و دخترش به باد رفته، دست خود کشیدن. بعد از این جریان پیش جبار میدن که ازش انتقام بگیرم. وقتی که مریم آورد به خونش، من تصمیم گرفتم همه چی رو به پلیس اطلاع بدم، ولی اون فهمید من به این صورت دارم. من این روزون رو تا اینجا تعقیب کردم و در همون لحظه ای که شما اسلحتون رو به طرفش گرفته بودین، منم تیراندازی کردم. بله، من اون رو کشتم با همین اسلحه. پس من قاتل نیستم؟ بله خانم، من با نقشه دقیق و ماهرانه‌ای که کشیده بودم میتونستم راحت از اونجا خارج بشم، ولی بعد تصمیمم عوض شد، چون دیگه زندگی برای من هیچ مفهومی نداره. شما مثل من آلوده نیستید. امیدوارم زندگی جدیدی رو شروع کنید. از این متشکرم. شما زن خودت هست. متشکرم. دریا که سبز دزدیدم، اونو دزدیدم. بی حرکت. کسی از جاش تکون نخوره. موازی من باش. بذارین قاتل منو بکشه. خاک بر سرت تن. من برای خودت گفتم که بیوه نمانی. من زنده هستی ها؟ بله، من هنوز زندم. و شانس با من یاری کرد که در لحظه مناسبی به هوش بیام و جای الماس بفهم. الماسی که سالهاست دنبالش میگردم و زندگیمو صرف پیدا کردنش کرده بودم. به من کاری نداشته باشه. من مانع رفتن تو نمیشم. اون الماس مال تو. یالا را بیافت. بلا با یکی دوتا گلوله کلکتو میکنم. اینا رو لاغت کسی از جاش تکون نخوره. Thank you.
میتونی تانتر برو. نصر ازت چلو بزنه. من تصمیم جون مادرتون منو نکشید. بدون اینکه پشت سرتی نگاه بکنی برو تو ماشین. چشم خور بود اجاعت میکنم. تنها یادگار پدرم مادرمون بود. نه گریه نکن، یه مرد هیچ وقت گریه نمی کنه. خود راه راست رو انتخاب کردی و موفق شد، ولی من شکست خوردم و باید با تمام امیدها و آرزوام ودا کنم. گوش کن بچه، زمه تو مثل گل پاک و دست نخورده است. این عکس ها واقعیت نبود. هرگز چهره چون او به خود ندیده است. اسمت چیه؟ گوگوش. ای یوزی مرخصی. تو خیلی فرزی. کام خیلی نامردی. با طرف دارم واقش کنم بسه. خیلی خوب پدرت کن بیاد. با اولین فیلم درخشید و اکنون در دومین اثرش شگفتی می آفریند. فرزان دلجو. این دفعه کی دنبالت کرده؟ هیشکی. پس اومدی بیلیارد بزنی؟ نه اومدم سهمتو. این نصف مایه اون کیف هست، برش دارم. بایا ببینم بیاش. علف ها در پهنه جنگل رستنی های حقیرند و قریبان
در جنگل ناآشنایی ها حقیر. آوائی رازگونه قریبان را فراخواند و قریبان آمدند و قریبان غافل از تمام مصائب با جوانی خیش آمدند تا نصیب خیش را بگیرند در آن شب که سرنوشت را می ساختند در شب قریبان. پس تو از خانواده کتوکلوف هستی درسته؟ با کجای کاری پسر؟ تازه اما تمام سابقه دار بودم. تو خانواده ما تنها کسی که سابقه نداشت مادر خدا بیامرزم بود که اونم عجیبه بابام کش میرم. نه ریشه ای در گذشته، نه شاخساری در آینده، بی خبر از نشانه های دیروز، بی خبر از بازی های فردا، قریبان یکدیگر را یافتند در شب قریبان. کاش تو نجار بودی، سبزی فروش بودی، آهنگر محله بودی، منم دختر سپور محله بودم. کاش تو مدرسه میرفتی، منم همکلاسیت بودم. من دیگه میخوام رامو عوض کنم، میخوام زندگی کنم با تو، پیش تو. چون رازهای دل گفته آمد، محبت شکفت. یه روزی به من میگفتن گگ و پنج تلم بودی؟ بابا دست. چون حقیقت بازگو شد، هدف تولد یافت. اگه من یه تاکسی داشتم دیگه مجبور نبودم از این گوشه شهر به اون گوشه شهر برم و با هزار ترس و لرز و دوز و کلک خال بکشم و سر بندهای خدا رو کله بذارم. چون جز راستی سخنی نرفت، نور اطمینان بر دلها دمید. بسیار، نقشه من نقص نداره. اگه یه روز بجو میبود دست به دستم بدیم وضع هممون رو برام میشه. من، تو، تقی، این، همه. تو هنوز خیلی بچه. از تو گنده ترش فکر میکردن که نقششون نقص نداره، ولی داشت، خیلی هم داشت. فکر پیر، نیروی جوان، میدان مبارزه، افق جوشش امید، شب قریبان. اگه اتفاقی برای ما افتاد تو برو معطلش نکن، فهمیدی؟ ای قریب، در این گیرودار، در این قوها، در این شب تردید را باور کن، یأس را باور کن، شکست را باور کن، مرگ را باور کن، عشق را باور کن. رویداد متفاوت استثنایی خواهید دید که شبی چون شب قریبان نبوده است. شب قریبان گوگوش. قربان من. شب قریبان فرزان دلجو. اینو میبینی؟ آره. بس هم شانس میاره. تا وقتی که پیشم دست به هر کاری بزنم بردم. من خودم نه؟ در کنار و به همراهشان شهرام در اولین نقش سینمایی خود، جلال و آرمان. روز توهین نکن. یه دفعه دیگه به من بگی موسی و مادرت پدرت میگم بیان اینجا تکلیف منو تو رو روشن کن. ما بیفک فامیلیم. خوابم یا بیدارم با منی با من همراه و همسایه نزدیکتر از پیرهن بابا. طولانی ترین شب، تاریک ترین شب، شب بی فردا، شب قریبان. فیلم جدید محمد دلجو، امیر مجاهد. Zan.
مرد مرد مرد. و خدا زن را آفرید و میان مرد و زن آن جذبه و کشش بی پایان را، و سپس مرد و زن نیازمند یکدیگر شدند، عشق را آفریدند و به آن مؤمن و معتقد گشتند. روح و تن در زیر آفتاب عشق بارور شدند و بدین سان میراث عشق تا به جاودان برای انسانها باقی ماند. و از میان نسلها این موهبت آسمان عشق جاودانه خواهد ماند تا به انجام جهان. در رستاخیز و قیامت زادگان عشق در پیشگاه عدالت الهی خواهند ایستاد. و آیا نیست آن روز قیامت عشق؟ پیش از این رویای وحشت‌انگیز همه چیز برای این مرد آرام بود. بر زندگی و مسائل مختلف آن چنان می‌نگریست که آخرتی هست، هر گناه را جزایی و هر ثواب را پاداشی. تا آن روز. آروم باش آقا کمال، من آخره میخوام ازتون یه خواهشی بکنم. عمر مردی به پایان رسید و تنها یادگار عشق دیرین خود را به دست او سپرد. باشه چای دخترم. و دختر جوان نورس و زیبا به حریم خانه او گام نهاد. خدا عمرتون بده. دیر زمانی بود که آتش‌ها در دل خاکستر وجود خفته بود. دیر زمانی بود عشق آن ودیعه نخستین رنگ ناآشنایی گرفته بود. ولی آن لرزش تن، آن جذبه زن، آن شرم و حیا، آن میل و ابا چون نسیمی بر جسم مرد وزید. خاکستر زمان را به کناری زد. آتش خفته ناگهان شعله کشید. دل طلب کرد، تن طلب کرد. دیو شهوت به جنگ فرشته ایمان او برخاست. خدایا من از بستت این گناه نجات بده. نفرین بر چرخ روزگار که عشق را آفرید، نفرین بر این تن که تمناهای درونش هنوز بیدار است، چرا که با دیدن تو باید در آتشی هولناک بسوزم. اگر دست بر دستت گذارم مجازاتی گران را باید خریدار شوم، و چون در آغوشت کشم خداوندا تو به من قدرت اندیشه و فکر دادی، خوب و بد بر سر راه من نهادی، لیک من به تو رو کردم و خوبی ها را برگزیدم. خداوندا تو به من قلب دادی، روح دادی، آنچه دل هوس کرد در برابرم نهادی. اینک چگونه چشم فرو بندم از او، چگونه نیندیشم به او. ستیزی میان ایمان و وسوسه های جسم در روح پر آشوب یک مرد و در قیامت عشق. منوچهر صادق‌پور با تهیه این اثر نو راهی جدید در سینمای ایران می‌گشاید و شاهکاری به سینمای برتر پیشکش می‌کند. قیامت عشق برای ایفای نقش حساس و دشواران از هنر هنرمند پرقدرت سینما و تئاتر عزت‌الله انتظامی یاری جست است. هنرمندان دیگر فیلم
فرشتگ جنابی، خسرو شجاع زاده، مهین شهابی، بنی احمد. قیامت عشق، فیلمی به کارگردانی هوشنگ حسامی، با فیلم برداری شگفت‌آور و تحسین انگیز خانی. قیامت عشق، محصول پارسا فیلم. که متهم به دو فقره قتل است تشکیل می شود. پنج مرد، پنج حماسه، پنج یادگار، پنج گوشگیر از اجتماع، پنج تنان قصه محکومین، پنج تنان بیادگار منده نسلی از دست رفته. یک زن سرشار این یک حقیقت است با تمام تلخی ها و زشتی هاش. پدر مادر خود دیوونه چه غلط سوی زن. بسه دیگه بکن اسکی، یادت رفته که حسین کی بود؟ هر کسی که بوده بوده، حالا کیه؟ من واسه کی دیوونه شدم؟ از خاطر این بندر کفتی و آلاماش دیگه. وقت حالا باز بهم بگن دیوونه، اونم کی؟ از جن. او رهبر بود، رهبری در زمانهای نچندان دور. جبر زمان او را به دیوانه می کشاند. او هنوز هم یک رهبر است، اما در قالبی دیگر و برای جماعتی دیگر. بیا دیگه نمیذاریم مثل اون دفعه دری. بربر اون دفعه هم که نیومدی از بچه های محل سنگی شکست خوردی. اسم ژنرالو بیاری. توفنگ مداد. هادی صابر سازنده فیلم به یاد ماندن مسلخ قصه بزرگ دیگری را به تصویر درآورده است. این گروه محکومین. این گروه محکومین با بازیگری اجتماعی از بزرگان سینما و تئاتر ایران. عزت‌الله انتظامی، نامی که در سینما و تئاتر این سرزمین اعتبار به وجود آورده است در بزرگترین و به یاد ماندنی‌ترین نقش زندگیش. منوچهر احمدی با چهره دگرگونه، با خصوصیات یک بازیگر بزرگ. فرشته جنابی، ستاره فیلم‌های برتر سینمای ایران. محمد علی کشاورز، بزرگ بازیگری در قالب عاشق‌ترین عاشق‌ها. ایرج صغیری، ستایش شده در جشنواره‌های تئاتر برای اولین بار در سینما. و با هنرمندی اکبر زنجانپور، چهره درخشان و فراموش نشدنی تئاتر ایران. حادثه اتفاق میفتد. حادثه شوم و غیر قابل تصور. کوری. و این آغاز ماجراست. نمیدونم والا. قربون بزرگواریش برم. نمیدونم آخر عاقبت ما رو چجوری قلم زده. هدیه دردآور از دوستی به دوست. ای روزگار. هیچ فکرشم نمی کردم که یه روزی احتیاجم به یه تیکه چوب خشک بی زبون بیفته. این قصه پنج باقی مانده از آن نسل است که بی صدا آمدند و با فریاد رفتند. به زینبم محکومین بد بکنه. وقتی که بادم میام سراغ تو با آتیشتون رو برشتش میکنم. محکومین، قصه ایست از زندگی. دلم میخواد که نفست در بیاد. میدونی اونا چی کارت میکنم؟ بریونت میکنم. محکومین، قصه تلخ درد انسان هاست. راستی، قادر کوش تو دریاست.
خودم کشت. محکومین این دادگاه اتفاق آرا متهم را محکوم به مرگ می کند. موسیقی متن ساخته فریدون ناصر، موسیقیدان بزرگ معاصر، با تصاویری به یاد ماندنی از پتروس پالیان. تهیه کننده علی مرتضوی. فیلمی از خانه فیلم ایران، سازنده آثار برتر و استثنایی سینما. محکومین. شما اکنون چهره مردی را میبینید که اگر از اعمال و رفتارش ما خبر شوید، بلافاصله اونو دستگیر میکنید و کف بسته تحویل پلیس میدید. ممنونم. آقایون ببخشینا، با اجازه بزرگترا. آقا میتی؟ بله. کله میخوام. بفرما بفرما علی آمده. اگر کارهای اونو با موازین قانون تطبیق بدید، بدون شک اونو مستحق صدها بار اعدام و یا 100,000 سال حبس با اعمال شاقه میدونید. پرونده اون یکی از قطورترین پرونده هاست و خلاصه پروندهش اینه: تا به حال هزاران تن رو بی سر کرده، هزاران کله رو داغون کرده و مخشون رو بیرون کشیده، هزاران چشم رو از حلقه در آورده و صدها هزار زبون رو از حلقوم کنده، انقدر دست و پا شکسته و قطعه قطعه کرده که اگر بشمارید از وحشت فریاد میکشید. ولی چرا اون آزاد میگرده؟ چرا اونو اعدام نمی کنن؟ چرا از اعمالی که مرتکب شده نادم و پشیمان نیست؟ چرا؟ اگه گفتی چرا؟ آقا مهدی کله پز، کله هاش هزاره هست. بله، چون ایشون شغلش کله پزیه و مشهور به آقا مهدی کله پز. آجه خوب دوست داری؟ دوست داری؟ چجوری شد دوست داری؟ سفیرش رو دوست داری؟ منم چند تا پاچه سفید میخواستم. آقا میتی بگیر کاسه رو زده دستم. آقا میتی مثل هر کاسب با ایمان دیگه نسبت به شغل خودش اعتقادات خاص. هر روز صبح با سلام و صلوات در لیگو برمیداره و در دکونشو به روی مردم اهل صفا و اهل شیکم باز میکنه. چندش در آوردی؟ نفهمیدم. زیر سینی من از این بیزارم پدرت هم در میارم. بول بازم ببینم. اگر مردی بازم ببینم ده بازم ده باره. شغل کله‌پزی چنان با زندگی آقا مهدی و رفقا عجین شده که حتی در موقع دعوا مرفن به چیزی فکر نمی کنه جز کله، زبان، بناگوش و پاچه. نرو همچین، نگو همچین. اینه آقا مهدی کله‌پز. آقا مهدی جون. آقا مهدی سلام علیک، اینجا کارت دارم. و این دختر که دل از آقا مهدی برده بود انقدر خوشگل بود که نازشو بشه خرید و انقدر نجیب بود که میارزید آدم سرش دعوا کنه. چی میدم سری؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ میتونم تو اینجا چی کار میکنی؟ خفه میشی یا نه؟ نه نه بیا از اینجا بری؟ نمیاد؟ پس بگیر جنم جن بی میگم من خشم هم اینا میگم زن. ولی امان از خشم اون، امان از اون زبون که وقتی به حرف بیفته شیر جلودارش نیست. خجالت بکش احمق. چی شد چی شد؟ فوش میدی؟ فوش که میگم چی پدرم در میارم. آده از خوش نبا میدم، منو میذاری پس بیدی. و امان از اون روز که چیزی رو خیلی بخواد. بله بیدی 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 مردش پارش چی؟ مردم بده حسنی چی چی پارش؟ و بالاخره همین کارا باعث شد که همگی سر از دیوونه خونه در آوردن. دیوونه 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 این دیوونه خبر نداره از کرای خونه.
فریده نصیری و منوچهر صادق‌پور، زوج معروف سینمایی که تاکنون فیلم‌های با ارزش و سرگرم کننده‌ای به عالم سینما تقدیم کردند، این بار نیز در کنار هم فیلمی رو به روی پرده میارن که از زندگی روزمره مردم الهام گرفته، متکی بر عادات ایرونی، کارهای ایرونی و سنت‌های ایرونیه و با تمام این احوال هدفی جز دو ساعت سرگرمی و ایجاد خنده و شادی نداره. آقا میتی کله پز. شوهر جون، عزیز جون، محکم میکنم کمر تو الان. آقا میتی کله پز، فیلمی حاوی صدها اسرار نهفته و هزاران حرف ناگفته، داستان زندگی مردی که اگه تحصیلاتش رو ناتموم نمیگذاشت شاید امروز یکی از بهترین جراحان مغز و بهترین جراحان چشم و گوش و حلق و بینی میشد، ولی چه میشه کرد، نقدش شده آقا میتی کله پز. دستپخت آقا میتی رو هر کی خورده تعریف کرد. زبون و زبون و زبون و زبون و زبون پروار رو ببین. آقا میتی کله پز، سازنده و هنرپیشه منوچهر صادق‌پور. دختر موهاتو چرا کوتاه کردی؟ حیفت نیمد موهای بول خوشگلی رو. ببین آقا میتی، بی خودی تو زوقم نزنا، مود روزی، مود گوگوشی. فریده نصیری، خالق صدها نقش زیبا و قابل تحسین در یک هنرنمایی خارق العاده دیگر. زنده باد خدا، مرده باد خدا. آقا میتی کله پز با هنرنمایی دیانا، صادق بهرامی، آرزو، کمدین مشهور بهمنیار، بهم میگی گاب، گاب پدرته، و قهرمان خنده میری. کله پاچه خوشمزه تر کجاشه؟ لذت اون میون پاچه هاشه. آقا میتی کله پز، محصول جدید پارسا فیلم. آقا میتی کله پز،